با بهترین درودها بر همه هممیهنان عزیز هم ساکنان دیار میهن و هم ایرانیان ارجمند در اقصا نقاط گیتی بسان همه شب در طول هفته 20 دقیقه مروری خواهیم داشت بر آخرین و تازه ترین خبرها و نظرها از ایران منطقه و جهان در دفتر صفحه یک که سخن یک از مجموعه برنامه های خبری تحلیلی شانگاهی ایران فرداست به روال همه شب نخواست مروری خواهیم داشت بر سرفصل اهم عناوین و مطالب برگزیده ی امشب بازخیزی دور جدیدی از جدالهای انتخاباتی در ایران با واکنش صادق آملی لاریجانی به آخرین اظهار موزه رفسنجانی که خواهان نظارت بر رهبری ایران شده بود همچنین بازگشایی جبه های جدید پشتیبانی از محمود دعایی و محمد خاتمی از سوی رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام و سخنگوی کابینه روحانی افزایش بحران زیست محیطی پایتخت همزمان با حمله همه جانبه گروه های تن رو به معصوم ابتکار کلیددار بام و بنای هوای تهران موجی از واکنش ها به حضور سید حسن خمینی برای انتخابات خبرگان رهبری احمدی نژاد و رو شدن برگ دیگری از دفتر فسادهای سازمان یافته این دولت مرد موسوم به پاک دست جمهوری اسلامی و در عرصه منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای خروج نیروهای ترکیه از شمال عراق اعتراض سفرای کشور های اروپایی به کنگره آمریکا به خاطر مصوبه اخیر نمایندگان در مورد ویزای سفر و آمریکا و بالاخره دور تازه ای از آمده شده آمریکا و روس ها بر سر بحران سوریه با حضور جان کری به مسکو اهم مطالب و موضوعات برگزیده ی امشب سهشنبه 24 آذر ماه ایرانی است که در طول 20 دقیقه پیش روی به آگاهی شما هم میهنان عزیز خواهد رسید تا آنگاه با ما باشید و بنشینید به خانه باز خواهیم گشت همینک و در بخش آغازین برنامه مرور می بر چند رویداد کوتاه و برگزیده تنش‌های های پیش انتخاباتی در سپهر سیاست ایران هر روز رنگ و بوی تازه می گیرد پس از آخرین اظهار موزه هاشمی رفسنجانی مبنی بر ضرورت نظارت بر عملکرد رهبری و حتی تعیین جایگزین علی خامنه ای تنها ساعاتی پس از آن مردان منتصب به بیت رهبری ایران و مردانی از حلقه درگاه وی خشم گرفتند و براشفتند که خیر رهبر مطلق الانان است و نظارت نمیپذیریم. از جمله قاضی القضات نظام فقها ها که مستقیما منصوب علی خامنی است در واکنش به هاشمی رفسنجانی گفت گاهی رسانه ها به حرف دامن میزنند که صحیح نیست از آن جمله سخنان بی است که درباره نظارت مجلس خبرگان بر رهبری و نهادهای زیرمجموعه ایشان مطرح می شود و نظارت خبرگان رهبری و رهبر جمهوری اسلامی را سخنی نادرست و غیرقانونی اعلام کرد و گفت که در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری نداریم آمولی لاریجانی که گویا خشم سنگین گرفته بود تاکید کرد که برخی افراد آرزوها و توقعاتی غیرقانونی خود را که ربطی به قانون اساسی ندارد مطرح میکنند که بدون ذکر نام رفسنجانی مستقیم به ایشان اشاره داشت به گفته ی رئیس قوه قضاییه طبق قانون اساسی تشخیص دارا بودن شرایط رهبری و یا فقدان این شرایط بر عهده مجلس خبرگان رهبری است و تشخیص از نظارت جدا است همان گونه که در برنامه دیشب استهزار شما بینندگان عزیز رسید اکبر حاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران در مصاحبه ای که با خبرگزاری های داخل ایران داشت گفته بود که کار کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان رهبری نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است و این کمیسیون به مجلس خبرگان رهبری گزارش میدهد ایشان با تأکید بر اینکه مجلس خبرگان رهبری نباید از نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبری قافل شود گفته بود که ما باید لااغرت نهادهایی را که زیر نظر رهبری هستند و هر عیبی دارند با رهبری مطرح و پیگیری کنیم که آن عیب برطرف شود و اما روزنامه های راست افراطی نزدیک به رهبری ایران نیز با واژگانی تا حدودی تند به حمله یعنی به حمله به هاشمی رفسنجانی پرداختند از جمله روزنامه جوان وابسته به ارگان نظامی سپاه پاسداران تصویری دفرمه و زمین خورده و خسته و مستعصر از رفسنجانی را نشان می‌دهد و اظهارات هاشمی را ورودی متفاوته هاشمی به عرصه انتخابات تحلیل کرد و گلایه کرد که حرف های دیگر میزنند. این روزنامه از زبان صادق آمولی لاریجانی نیز پاسخی نسبتاً تون به هاشمی رفسنجانی ارائه کرد و بدون ذکر نام هاشمی رفسنجانی با لحنی کنایه آمیز و غیر مستقیم گفت که برخی افراد آرزوها و توقعات غیرقانونی خود را مطرح می کنند. جوان روزنامه تندروهای سپاه واکنش لاریجانی را پاسخ به آرزوهای غیرقانونی خان در ادامه روزنامه جوان در این گزارش تحلیلی عملا و علنا هاشمی را معاند نظام توصیف کرد و در بخشی از یادداشت خود از دوگانه هاشمی نوشت که این هاشمی رفسنجانی جدیدی است عینا گوشه از یادداشت تهاجمی تریبون سپاه پاسداران علیه رفسنجانی را با هم بازخانی می کنیم نوشته بود اظهار نظرهای سه سال اخیر هاشمی که شکل رادیکال آن در بیان دختران و همسر وینیز مشهود است تا حدی که به دنبال با مردم بودن یا با نظام ماندن هستند و منتظر شروع انقلاب از اوین با همه عمر هاشمی متفاوت است لذا احساس حقارت شخصی و احساس نادیده شدن را باید عامل اصلی این رفتارها دانست رد صلاحیت در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت فرزندش در انتخابات شورای شهر و زندانی شدن مهدی و فائزه همگان را به این باور رسانده که مواضع جدید هاشمی دیگر در جایگاه پدری یا مادری برای انقلاب نیست بلکه جایابی مجدد در قیاب تعارفات پیشین حاکمیت است جالب توجه که شیخ صادق لاریجانی سخنان هاشمی را رسما بیپایه و غیرقانونی خواند در هر روی تا انتخابات اسفند ماه گویا هاشمی کشی تشدید می شود همینطور روزنامه رسالت شاید با کمی ملاحظه به پیشینه هاشمی صرفا از زبان لاریجانی گفت که چیزی به نام نظارت و رهبری نداریم ادامه میدهم با دیگر موضوعات برگزیده ماجره های محمود دعایی مدیر مسئول آرام و کم صدای روزنامه اطلاعات که با انتشار عکس و خبری از محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق و البته مغزوب ولی فقی به پیک خبرها تبدیل شد با تازه ترین پشتیبانی هاشمی رفسنجانی و سخنگوی دولت این سخنگوی دولت که نه سخنگوی وزارت ارشاد کابین روحانی وارد فاز تازه شد بر اساس گزارش های منتشره تنها یک روز پس از احزار دوباره دعایی مدیر مسئول اطلاعات به دادسرا به دلیل انتشار اخبار محمد خاتمی رفسنجانی برخورد با او را نشان از عصبانیت و بدون پشتوانه اقلانی قانونی و آینده توصیف کرد رفسنجانی با اشاره به فعالیت های محمود دعایی علیه رژیم پیشین ایران افزود که برخورد با کسی که همه عمر چه قبل و چه بعد از انقلاب در خدمت نظام جمهوری اسلامی بوده نشان از عصبانیتی است که هیچ پشتوانه اقلانی قانونی و آینده نگری ندارد ایشان اضافه کرد نگرانیم چون عواقب این گونه رفتارها به هیچ وجه به زعم وی به نفع نظام نیست این در حالی است که در تازه ترین موازه مسئولین سخنگوی وزارت ارشاد ایران روز دوشنبه گفت که شورای عالی امنیت ملی مصوبه مبنی بر ممنوع و تصویری خاتمی نداشته است. حسین نوشبادی یادآور شد که مصوبات این شورا نیز زمانی لازم الاجراست که به تایید آیت الله علی خامنی رهبر برسد. به گفته آقای نوشبادی وزارت ارشاد معتقد است که نمیتوان فراتر از قانون مطبوعات با رسانه ها برخورد کرد. اما نظر قوه قضاییه این است که می تواند در حوزه خود این مسئله را پیگیری کند مقامات دولت حسن روحانی پیش از این بارها تاکید کردند که شورای عالی امنیت ملی مصوبه مبنی بر ممنوع و تصویر شدن محمد خاتمی نداشته است ادامه میدهیم و ورق میزنیم با سایر مطالب برگزیده در دیگر روزنامه ها روزنامه های امروز در برنامه امشب هوای آلوده تهران مجددا فضا را بر معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست ایران تنگتر کرده است تا جایی که عمده روزنامه های نزدیک به تیم احمدی نژاد و گروه های تندرو از این موزه و از این فضا بر ایشان تاختند. در این راستا روزنامه رادیکال سیاست روز تمام نیم صفحه اصلی را به آلودگی هوا اختصاص داد و با اشاره به ماجره های بنزین های آلوده که به معصوم ابتکار منتصب است با دو واژه یورو 11 هم به کلیت کابینه و برجام و توافق هسته‌ای طعنه‌ای داشت و هم به ابتکار به طور خاص این روزنامه در تیتر تن آمیز خود نوشت منتظر سخاوت آسمانی میمانیم نه رفع تحریم ها که در واقع این دست رسانه داران با لغو تحریم ها نیز مخالفند که البته همانانی هستند که حسن روحانی آنها را کاسبان تحریم خواند در جبهه دیگر روزنامه وطن امروز نزدیک به مردان احمدی نژاد که اصولا و روالا منتقد همیشگی دولت روحانی است از اوضاع آلودگی هوا به عنوان وضعیت قرمز بیخیالی یاد کرده بود که در واقع اشاره آشکاری داشت به وضعیت مدیریتی در عرصه مهار آلودگی هوا وطن امروز در این گزارش از جمله به گلایگی نوشت که روز گذشته هوای پایتخت به هفت برابر حد استاندارد رسید اما حتی کمیته اضطرار آلودگی هوا هم تشکیل جلسه نداد این روزنامه تونرو هر مقاله اصلی را نیز به نحوی به کاستی ها و نارسایی های مدیریت شهری در پای تخت اختصاص داد و در عین حالی که به جمعی از مردان احمدی نژادی نزدیک است در سرمقاله امروز به دفاع از قالیباف پرداخت و جالب آنجا که تا حدودی دولت نهم و دهم و شخص احمدی نجاد رو نیز کوبید و زیر سوال برد و با اشاره به مشکلات شهری در عرصه حمل و نقل عمومی تمام گلایه و نقدها را متوجه شخص محمود احمدی نژاد کرد انتقاد کرده بود که در دولت‌های نهم و دهم گویی گویا مصوبات مجلس برای تأمین منابع مالی متروی تهران چیزی بیش از کاغذ پاره نبود ادبیات نو از سوی این روزنامه علی احمد نجد چرا که آن دولت در طول هشت هر سال هرگز به تعهدات خود برای اجرایی شدن دقدقه های نمایندگان پایبند نبودند از جمله بارسترین تخلفات دولت دهم ده هم می به پرداخت نشدن بودجه مصوب دو میلیارد دلاری برای توسعه مترو اشاره کرد که مطابق قانون بودجه باید در سال 89 به شهرداری تهران پرداخت میشد اما نه تنها محقق نشد بلکه مدیران دولت وقت مدیریت شهری تهران را به خاطر تلاش و تحمل رنج برای تأمین هزینه های مترو متهم به فروش زمین و هوا کردند. که چون این انتقادی از دولت احمد نژاد و دفاع از قالیباف آن هم از سوی روزنامه وطن امروز تا حدودی عجیب و غریب به نظر رسید جز اینکه در پس پشت پرده در حال رایزنی های به تعبیری انتخابات اعتلاف های انتخاباتی مورد هدف باشند که اصولا بنابر بی بودن احزاب نوظهور در موسم های انتخاباتی هر گونه همکاری های مقطعی این چنینی نیز متصور است همچنین روزنامه آفتاب یزد در گزارشی از این عملکرد منتقدین به عنوان کینه شطوری یاد کرد آفتاب یزد که انتقادها به هوای آلوده پایتخت و نیز از آلودگی سیاسی برشمرد در گزارشی به عنوان کینه شطوری به افشای خبری نیز اشاره کرد که در ادامه موج حجمه ها فشارها و قرزورزی ها علیه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست ایران از سوی رسانه ها و گروه های دلواپس و مخالفه با دولت یازدهم به طور اعم و معصوم ابتکار به طور اخص این بار ادعای کمک رفاهی میلیونی به معاونش را علم کرده به زن آفتاب یزد آن هم کمک رفاهی چهار میلیونی به معاونی که حقوقی از سازمان محیط زیست دریافت نمی کند. البته بنابر گزارش روزنامه آفتاب یزد تا بخش دوم چکیده یادداشت ها با ما باشید و بنشینید باز خواهیم گشت. کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک هستید از تلویزیون ایران فردا نزاع زود هنگام انتخاباتی به ستون سرمقاله های روزنامه های اصلی کشور نیز سرایت کرد و راه یافت در حالی که روزنامه شرق از ضرورت مکانیزم واحد برای پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات پیشرو مینویسد می نویسد کیهان جبهه دیگری بخش های از این دو روزنامه رو دو روزنامه ناهمسو رو با هم کاویم و میخوانیم کیهان در ستون یادداشت روز خود بیشتر به اصلاح طلبان میتاخت می که از موضوعات اصلی دور میشوند و انتخابات را سرگرمی اصلاح طلبان خواند و پرسید فرض کنیم اصلاح طلبان در انتخابات برنده میدان بشوند و به همه یارزوهایشان دست یابند خب بعد چه؟ قرار است چه کاری بکنند همین کارهای دو سال اخیر را الان که هم قوه مجری در دستشان است و هم قوه مقننه از هیچ همراهی دریغ ندارد بنابراین فردا نیز چیز بیشتری در دست نخواهید داشت و لاجرم کارنامه متفاوت با امروز برایتان متصور نیست پس با چه امیدی به هیاهوی انتخاباتی روی آورده اید البته از فهوای کیهان نیز نوعی ناامید بودن از شکست احتمالی گروه تنرو به مشان می رسید. و اما در سوی دیگر روزنامه شرق در یادداشتی به قلم یکی از کارگزاران که پیشتر به ناحق تعم حبس چشید و سپس تبرعه شده بود نگاهی دیگر داشت محمد حاشم مهیمنی استاندار اسبق استان گلستان در یادداشت اصلی روزنامه شرق با عنوان اصلاح طلبان و شرط پیروزی معتقد بود که بخش های زیادی از عموم مردم مایل هستند مجلس دهم ده نیز مجلسی همراه دولت روحانی باشد از آن طرف اما تندروهایی که با حمایت دولت نهم نه و دهم ده کارنامه ای ناموفق بر جای گذاشتند در مواجهه با اقبال پایین مردم بیش از آنکه به بهبود اوضاع و موفقیت های دولت بیاندیشند، بر پیروزی خود تمرکز دارند تنها امید آنان به تشتت اصلاح طلبان در نامزدی آنها در انتخابات است نویسنده تحولخواه روزنامه شرق با اشاره به کار کرده نسبتا موفق به زمه وی دولت اعتدال و قیاس با سایر دولت اسلامی جمهوری اسلامی البته نتیجه گرفت که درس بزرگ تدبیر و گذشت انتخاباتی محصولش وجود دولتی شد که در اولین قدم مسئله هسته ای رو در مسیر حل و فصل قرار داد آن هوشیاری این موفقیت و اقبال گسترده به اصلاح طلبان از گذشته یعنی دوم خورداد تا امروز شرایطی را به وجود آورده است که برخلاف انتظار بخش زیادی از اقشار آسیب دیده ی جامعه نسبت به بهبود اقتصادی و رونق کسب و کار امیدوار هستند و این با وجود تلاش تندروها برای ناموفق جلوه دادن دولت است که البته اشاره کیهان مبنی بر اینکه به اصلاح طلبان رأی ندهید امری خلاف قانون اساسی است که روزنامه ای تحت حاکمیت و من می کند. ما آخرین اظهار امیدواری ها به بسته شدن پرونده هسته ای که در روزنامه ایران ارگان دولت از سوی یکی از دولت مردان اسبق عرصه هسته‌ای اتفاقا تحریر شده بود روزنامه ایران در شماره امروز خود در ستون اول دفتر که عمدتا دیدگاه ها و سیاست های دولت را منعکس می کند به قلم حسین موسویان معاون پیشین سیاست خارجی دبیرخانه شورای امنیت ملی ایران در یادداشتی با عنوان برجام و بیداری ملی در ایرانیان به فراز و فرود کار در عرصه هسته‌ای با آژانس در ادوار مختلف از جمله در زمان لاریجانی پرداخته بود روزنامه ای ایران همچنین با عنوان روز ابطال قطنامه های ضد ایرانی مصاحبه اصلی اش را با دکتر علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی منتشر کرد و همزمان از زبان سخنگوی وزارت خارجه نوشت که روند اجرایی برجام نیمه دی ماه یعنی سه هفته دیگر و ما ستون اول دفتر ایران سید حسین موسویان در سرمقاله روزنامه ایران اشاره کرده بود که طبق برجام در صورت حل موضوع پی ام دی و چند اقدام دیگر ایران کلید برداشتن تحریم ها زده خواهد شد که مهمترین آن تحریم نفت و بانک مرکزی و سوئیفت خواهد بود از منظر ستون نویس روزنامه دولت طبق برجام دو, دو طرف تا ده سال آینده تعهدات متقابلی دارند که به انجام آن کل پرونده هسته ای در شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام آژانس بسته خواهد شد گویا زمان هست برای بازخانی یک مطلب دیگر در ادامه با یادداشتی از دیپلماسی منطقه‌ای و خارجی برنامه را پی میگیریم مسیر تنش ایران و عربستان عنوان یادداشت یک روزنامه شرق بود که محمد علی صبحانی مدیر کل پیشین میانه وزارت خارجه ایران منتشر کرد نویسنده با اشاره به تحولات روزهای گذشته در روابط ایران و عربستان معتقد بود این سوال در ذهن ایرانیان و مؤسسات پژوهشی خارجی که روابط دو کشور را دنبال می‌کنند تداعی کرده است که آیا می توان آغاز حرکت در مسیر تنش, تنش میان دو کشور را اعلام کرد و خود پاسخ میداد با توجه به تغییر موازنه در منطقه و فضایی که با نقش آفرینی مؤثر ظریف در دو برگزار شده در وین درباره سوریه شکل گرفت حکومت عربستان با, با, شرایط تازه مواجه شد نویسنده با دستبندی کردن مسائل خاورمیانه به سه سطح بینالمللی منطقه‌ای و داخلی نتیجه گرفت که فضای بین المللی این روزها بیش از هر زمانی خواستار تعامل ایران و عربستان برای کاهش آسیب های پدید آماده در منطقه و حتی جهان است از منظر وی در سطح منطقه ای نیز چون این نگاهی حتی در میان برخی اعراب وجود دارد مسائل داخلی کشورهای منطقه هم بگونی است که افکار عمومی آنها از پیوستن همه کشورها به قطار گفتگوهای هدفمند و مؤثر دیپلماتیک استقبال میکنند. در همین راستا موضع مثبت وزیر خارجه عربستان که به تازگی اعلام شده و معرفی سفیر جدید این کشور در تهران نیز از مصادیقی بود که این روزنامه تحول به آن اشاره کرد همچنین در پیایند آن روزنامه اعتماد به نقل از سفیر آلمان که همینک در ایران به سر میبرد اعلام کرد که آماده میانجیگری برای ایران و عربستان هستیم و با این یادداشت وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد بیننده برنامه شامگاهی آن سوی خبر باشید که با تازه ترین خبرها و نظرهای تکمیلی از چهار گوشه جهان بلا فاصله پس از صفحه یک پخش خواهد شد تا آنگاه شامگاه خوش بدرود